سلام نرس محترم، شما یک از نمونه های مثبت مهاجرین افغانی در سویدن هستین که تانستین تا سرحد ماستری در سویدن درس بخونین. متاسفانه خیلی افغانی های دیگه هم هستن که در سویدن میان مشکلات دارن، یا دچار مواد مخدر میشن و یا ادغام شدن از اونا در جامعه سویدن مشکله. از این خاطر تمام روز اونا سرخط خبرهای رسانه های سویدن هستند، ولیکن شما نمونه پوزیتیو مثبت و خوبی از مهاجرین افغانی در سویدن هستند. میشه زندگی نامه تان از روزی که متولد شدن و تا امروز تا کجا رسیدن برای ما بگوید؟ با تشکر از شما و با سلام خدمت شما و بیننده های شما، نام از من مشتبه است، تخلص فیاضی، از ولایت غزنی از مالستان هستیم، ولی من خودم کلان شده ایران هستم، در شهر شیراز کلان شدم، بسیار سال آدم اونجا بودم، 5 کلاس در شیراز درس خواندم، بعدش به دلیل افغانی بودن دیگه شرایط نبود درس بخوانیم، ترک تکثیر کردیم، شروع کردیم به کار خیاطی و ساختمانی، خیاط هم هستم، ولی اقامه نداشتیم دیگه، یک کارت میداد دیگه برای اینکه کارت آمایش مگم در ایران. روزو داشتیم مثل بقیه که فرق نمیکرد، اونای جدید میاد اونای قدیم داشت، همه یکسان بود، برایشون کارت آمایش میداد اگه پدر مادرش از قدیم اونجا بود، اگه نبود که باید از اول پولی و قدیمی ها رو میداد تا جدید بگیره دیگه. بعدش به دلیل شرایط بد اقتصادی و تحصیل نمیتونستم کنم، آرزویم بود تحصیل کنم دیگه، ترک ایران کردم. به خاطری که افغانی بودیم و بس به مدرک حساب مشتیم، یک سال هم از مدرسه ما رو بیرون کرد، اخراج کرد به خاطری که افغانی بودیم دیگه. بعدش دیگه اصلا دیگه ما دنبال درس نگرفتم دیگه، بعدش شنده بودم دیگه پولی هسته، ولی خب ما اکونومی ما اینقدر پیسه نداشتیم که بریم در مدرسه، به خاطر همو بل کردیم. بعد شرایط تنگتر شد در ایران دیگه، ما خودم تنها از فامیل خود حرکت کردم برای اروپا، آمدم مهاجرت کردم، الان تقریبا 13 سال میشه در اروپا هستم، در سوئد. باز اینجا که آمدم بعد از 5 ماه اقامه دائم رو گرفتم و رفتار خوبی نسبتا به جای دیگه برزم شد. باز اینجا که آمدم گفتم شرایط درس مهیا است، چرا آدم درس نخوانه؟ چرا دلیلش وقتی که درس اینجا میتونیم بخوانیم، موقعیت هم هست و هم میگم شما را کمک میکرد. منظورم از من زمان اول که آمدم زیر سین اینجا بودم، در کمپ که بودم پرسنل آخر تشویق میکرد ما درس بخوان. وقتی خودم در سیستم درسی وارد شدم دیدم که واقعا شرایط درسی اینجا خوبه، بهتره که آدم درس بخوانم دیگه. درس ادامه دادم بعدش رشته خودم خودش دوست داشتم زیاد، یک مشکل حل کردم. از کوچیکی دوست داشتم با یک چیزی، یک حالا فرق نمیکرد که دستگاه باشه، چیز باز کردم ببینم توش چی خبر است، اصلا چطوری ساختارش چیه، برای چی اینجوری درست شده، برای چی آدم نمیتونه اینجور دیگه درست کنه. به خاطر از این رشته چیز انتخاب کردم، در سویدی میگن ماخین خونیان، در انگلیسی مکانیکال انجینیرینگ است. 5 سال خواندم، ولی الان تازه فارغ التحصیل شدم، مدرک هم گرفتم، رشته ماستر مکانیکال انجینیرینگ و درس من در یک از شهرهای سویدن در نام شهر کاسکرونا بود. نام دانشگاه من که بود یک بلیکینگ تکنیسکا هوگ اسکول هم گفته بلیکینگ انستیتوت. چطور درس خواندن آسان بود مشکل بود؟ حتی مشکلات خود داشت، حتی آسان هم که نبود، ولی چون ما شوق داشتم در او رشته که میخواندم برای من خیلی آسان تر بود. ما در ریاضی و فیزیک خیلی علاقه داشتم و رشته خیلی زیاد ریاضی و فیزیک و ساختار ماشینالات زیاد بود تویشی. رشته از من زیاد درباره ماشینالات هست، مکانیکی ماشین، مثلا یک چیز در روز کنیم، مثلا اصلا شما میبینید ماشین های جدید با مدل های جدید میاد، این کار انجینری هست که اونجا میشن اونا دیزاین میکنن، روی از اونا حساب کتاب میکنن، باز مدل های جدید میده. به خاطر از این کارخانه خیلی جا لازم دارم، چون از بازار عقب نیفتم، باید در روز کنم، وگرنه کارخانه شان کنه بشکستی خیلی زیاد دارم. کار چطوره؟ کار هست؟
کار بازار کار این رشته که ما خواندم خیلی هست، زیادم هست. ما الان خودم دو ماه فارغ التحصیل شدم، الان البته کریسمس و تعطیلات هست، انشالله در ماه جنوری تقاضای کار مونم ببینیم. ولی الان هم که کار تقاضا میکنم بعضی هاشی سریع رسپانس این جواب میداد از ما، که بعضی ها زنگ میزنم گا آیا این درس هایی که ما میخواییم تو خواندی یا نخواندی در رشته بوده نه. خب مسلمان بعضی درس ها را که اونا لازم دارن ما نخواندیم. ما همون پایش دانشگاه که بخوانیم یک پایه هستن در اصل. در اصل زیادی چیزا را شما در محل کار یاد میگیرید. همینجوری که معلم های همیشه همون فینا که میخوانید یک پایه هست که فدر و سرکاش بفهمید که دستگاه چطوری کار میکنن. ساختارش بدانید. بعد زیادی چیزا را در کارخانه یاد میگیرید و کارخانه از فرمای خود داره، روش های خود داره که باید طبق از اون چیزا خود را عادت بده. تصمیم داره نزدیک بیشتر هم بخونیم که کافی است؟ تصمیم داشتم دکتریش هم بخونم، ولی الان دیگه بعد از 5 سال و یک سره ما درس خوندم در سویدن، تقریبا بگم 10 سال 11 سال پوستم دیگه درس خوندم. تصمیم دارم حالا یک کمی استراحت کنم، بریک بگیرم که یک کمی برم در کار آشناشم و بینم چی خبره. اگه شد در آینده دکتریش هم بخونیم که چی بهتر. یک تعداد از افغانایی که در سویدن میایم متاسفانه مشکل دارن که در جامعه سویدن ادغام شون و یا در اکثر اوقات مشکل خلق میکنن، مثلا خودشون چهار مشکل میشه، مواد مخدر استفاده میکنن یا خرید و فروخت میکنن، به خاطری که اونا بتونن بهتر و خوبتر در جامعه سویدن ادغام شون و امیرا را که شما ادامه دادین ادامه بیته و در جامعه سویدن زندگی موفق داشته باشد، امی توصیه شما بر از اونا چیست؟ البته یه چیز که شما گفتی یه چیزی آدم متاسف میشه، واقعا اینجور آدم ها میاد اینجا با این شرایط ادامه تحصیل نمیده. ولی خب آدم به نظر از من باید آدم در زندگی یک هدف داشته باشه. وقتی یه هدف داشته باشه حالا به خاطر رسیدن به هدف حالا ممکنه هزاران مانع جلوش قرار بگیرم، ولی دلیل نمیشه که ما به خاطر اون مانع از هدف خوب بگذارم. باید آدم یک هدف داشته باشه در زندگی. وقتی هدف داشته باشه هیچ وقتی در اون کارهای دیگه دست نمیزنه. از نظر شخصی خودم ما هدف داشتم، گفتم ما باید ماستریخ بگیرم دیگه، حالا به هر قیمتی شده دیگه. شب و روز درس خواندم، بیشتر درسایمون در انگلیسی بودی. اول که سویدی رو یاد گرفتیم، بعدش هم مادم انگلیسی مجبور اونج بخوانیم که درس هم کتاباش همش در انگلیسی بود. خب فشار زیاد بود، ولی دنزه از من هیچ کاری، یعنی حالا چطوری بگم، یعنی اگه بخوای خواستان توانستان هم اگه بخوای چیزی رو میتونی به دستش هم بیاری. یک جهان تشکر از یکی وقتی گرم با هایتون رو در اختیار ما قرار دادیم. در آخر اگه پیامی داشته باشیم برای خانه ما. تشکر از شما، تشکر از اینکه در حرفای از ما گوش دادید. پیام از من اینه که اگر حالا ما از نظر خود درسی که من درس یاد خواندم، اگه امکانش هست، موقعیت هست، حالا میدانم که بیشتری هم میاد مشکل مالی داره، اقتصادش خیلی ضعیف هست اینا، ولی اینجا بازم دولت کمک میشه، میتونه بورسیه درسی بگیره، لازم نیست در دانشگاه پول بده. اما پولی هم که میدن میتونه آدم بفرسته در خانواده خوب کفایت مونن. از من میشنم درس خود ادامه بده، حتی اگر مدرک دانشگاه داشته باشه، حالا نمیخواد ماستری بگیره، میتونه انجینیریش بگیره فقط تمام، بعد ادامه تحصیل بده اگر شرایطش داره. و این پیام از من هسته در جوانای امروزه که میاد در سویدن و دیگر کشورهای اروپایی، اگر موقعیتش داره درس بخونه. وقتی درس بخونی استاتوس تو در جامعه ما رو بالا و این خیلی کمک. الان مثلا ما بیشتری جاها که مرم، ما خودم الان احساس کنم مرم یک جایی، مثلا از من سوال اداره کار رفتم، اصلا من رو قبول نکرد، گفته که تو اول فرقت ما بیکار هستم، گفته که برای چی اماده اینجا میخوای چی کاری بلدی. نه ما بهش گفتم ما ماستری دارم در مکانیکال انجینیرینگ. اینا اصلا خوش یه جور شوک برداشت، گفته تو اصلا لازم نیست اینجا بیای، ماستر هستی. اینجا برای آدمایی هست که بیکار درس نمیخوان اینا.
پس بهتر آدم درس بخونه خب در جامعه سویدن نشان بده. حالا ما میگم در سویدن بخاطر ما داخل سویدن هستم. حالا در هر جایی اونا زندگی میکنن شما میبینید، در هر جایی که زندگی میکنید سعی کنید یک چیز خوبی از افغانا و مهاجرین نشان بدید. اینا هر چه شما زیادتر درس بخونید اینا میفهمه که اینا که میان علیکی از خدمات اجتماعی نمیگیرن، اینا میخوان کوشش کنن در یک جای برسن و در آینده ما خود ما اینا کار میکنیم و پول بازنشستگی و سویدنی ها رو میدیم که قرار بازنشسته شون. همینجور سیستم میشه که علیک ما درس نخواهیم چون نکنیم یک چیز بدی در اونا نشان میدیم، یک تصویر بد از مهاجرین و این برای آینده ما بد میشه، برای فرزندان ما که قرار اینجا متولد شوه یا اونایی که جدید میان اونا در یک چشم بد ما رو میبینن. یک جهان تشکر. خواهش کنم.